عنوان سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران به مناسبت 66 سالگرد اعدام ناجوانمردانه دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت ملی دکتر مصدق این اتفاق رو بهانه قرار دادیم برای تجدید میعاد با جمهوریت مردم ایران. ما معتقد هستیم، به عنوان یک سازمان جمهوری خواه معتقد هستیم که نظام جمهوری نوین‌ترین و در واقع بهترین شکل حکومت برای جامعه ایران هستش، چون معتقدیم که نظام که مبتنی بر فرد سالاری باشه، نظامی که مبتنی بر شخص باشه، به دیکتاتوری منتهی میشه. متاسفانه ما در طول تاریخ کشور ما تحت حکومت های دیکتاتوری فراوانی بوده. نهضتی که از تقریبا قبل از نهضت مشروطه آغاز شد برای برپایی یک نظام جمهوری، متاسفانه تا به امروز به دلایل مختلفی موفق نبود. بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، در واقع تلاش هایی از طرف دکتر فاطمی و همفکران ایشون صورت گرفت که بلکه بشه حکومت رو به شکل حکومت جمهوری مبدل کرد، اما متاسفانه عوامل داخلی و خارجی و به خصوص دربار این تلاش رو خونسا کردن و با ترور دکتر فاطمی در واقع یک نقطه ایستی گذاشتن بر تلاش های مردم ایران برای رسیدن به یک حکومت جمهوری که در نتیجه سالها بعد در سال 57 مردم در واقع گروه های دیگری دوباره تلاش کردند که با کنار زدن نظام استبداد پادشاهی بتونن یک سیستم جمهوری رو روی کار بیارن، اما متاسفانه اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم و خیلی سریع بعد از شاید یک ماه یا کمتر بعد از روی کار آمدن نظام اسلامی خودش نشون داد که این حکومت هم حکومت اسلامی نیست و یک حکومت دیکتاتوری است. در نتیجه ما تمام تلاشمون این هست که بتونیم به عنوان یک چتری تمام نیروهای جمهوری خواه رو، کسانی که به یک جمهوری سکولار دموکرات معتقد هستند، رو زیر یک چتر جمع بکنیم و معتقدیم بهترین نظام سیاسی و نظامی که مناسب شهروندان ما هست یک نظام جمهوری هستش، یک جمهوری سکولار هستش. در این نظام جمهوری هیچ کسی نسبت به کسی برتری نداره، تمام آحاد ملت در برابر قانون یکسان هستن و از حقوق مساوی برخوردارن. در این نظام یک جوان روسی، یک هموطن روستایی ما میتونه در صورت داشتن صلاحیت‌های فردی و در واقع علمی به بالاترین مقام حکومت، یعنی ریاست اجرایی کشور برسه. ما به هیچ نظام موروثی اعتقاد نداریم، نظام اولیگارشی رو ما قبول نداریم و معتقدیم که نظام‌هایی که مبتنی بر فرد باشه و نظام‌های موروثی به دیکتاتوری و استبداد خواهد انجامید. من متاسفانه طول تاریخ کشور ما ایران همین رو نشون داده، روحانیت و سلطنت به عنوان دو بال نظام‌های دیکتاتوری همیشه در کنار هم بودن و ما بعد از سلطنت نظام پادشاهی، نظام پهلوی، در واقع ما داریم سلطنت دینی و که تحت نام ولایت امروز در کشور ما هست رو داریم تجربه می‌کنیم. ولی امیدواریم که در آینده ایران، در فردای ایران، یک نظام جمهوری باشه که تمام ارکان قدرت تحت کنترل باشن، تمام ساختارها انتخابی و تحت کنترل باشن و ما معتقد هستیم هیچ مشروعیتی و هیچ مبنایی برای حکومت بالاتر از مشروعیت مردم و رأی مردم نیست. ما به هیچ نظامی که قدرتش رو یا از فرقه ایزدی برای خودش قائله یا از طرف خداوند میگیره قائل نیستیم و تلاش میکنیم که نظام جمهوری رو در برای فردای ایران در واقع روی کار بیاریم و در این راه از تمام گروه ها، احزاب و افرادی که معتقد به یک جمهوری سکولار دموکرات هستند در واقع دعوت میکنیم که دست در دست هم تلاش بکنیم تا کشورمون رو هرچه زودتر آزاد بکنیم.
در نتیجه این سالگرد دکتر محمد اعدام جنایتکارانه دکتر محمد حسین فاطمی دلیلی شد که ما یک بار دیگه با منشوری که بعدها به زودی در شبکه های اجتماعی پخش شد میثاق خودمون رو و بیعت دوباره خودمون رو با جمهور مردم ایران در واقع اعلام میکنیم.